سلام علی هاشمی هستم به کلاس من بینهایت خوش اومدید و در هر نقطه ای از ایران عزیز که هستید حال دلتون خوش باشه در این ویدیو کوتاه آموزشی قرار بریم سوال حل کنیم از مبحث ریشه گیری در ریاضی نهم یه ویدیو تیزهوشانی خالص بریم ببینیم داستان چه قراره سوال اول گفته اگر رادیکال دو فرجه ان داره رادیکال دو به ساوان دو فورج برابر باشه با رادیکال دو آنگاه مقدار ان برابر با چه خواهد بهتره که در عبارت های رادیکالی برای ساده سازی محاسبات فرم رادیکالی رو تبدیل کنم به یک عبارت با توان کسری پس دو فرجه انو میتونم بنویسم دو به توان یک انم درسته؟ عبارت بعدی رادیکال دو به توان دو فرجه ان هم میتونه نوشته بشه دو به توان دو به روی این در زم این برابر بوده با این ور ماجرا رادیکال دو هم یعنی دو به توان یک دوم دو پس ابتدایی ترین کاری که انجام دادم این بود که عبارت های رادیکالی رو تبدیل کنم به توان کسری حالا دو به توان یک انوم ضرب در دو به توان دو انوم با توجه به اینکه پایه ها برابر هست فقط کافیه یه دونه از پایه ها رو بنویسم و توان ها رو با هم دیگه جمع کنم یعنی این برابر می شود با دو به توان سه به روی n مساوی بوده با دو به توان یک دوم چون پایه ها با هم گه برابر هستند پس توان ها هم باید با هم مساوی باشند یعنی سه به روی n باید مساوی باشه با یک به روی دو برم سراغ بازی طرف این وسط این که مقدار n از اینجا برابر با 6 محاسبه بشه سوال بعدی داره میگه حاصل عبارت زیر به ازای n مساوی با چهار چی میشه یعنی من به جای n باید مقدار چهار رو جایگزین کنم چون طراح گفته مقدار رادیکال ها هم مساوی بوده با n وقتی که دارم برای n چهار جایگزین میکنم پس باید چهار تا رادیکال هم در نظر بگیرم یعنی چهار در رادیکال رادیکال اول رادیکال دوم رادیکال سوم این هم رادیکال چهارم دو به توان n یعنی دو به توان چهار دو به توان چهار چند میشه؟ ولی که دو به توان چهار مساویه با 16 اگر از این رادیکال جذر جز بگیرم جذر 16 و در حقیقت میخوام بگیرم که مساوی میشود با چهار حالا این رادیکال بعدی رو میخوام در نظر بگیرم یعنی جزر چهار رو باید براش حساب کنم که مساوی می شود با دو از دو به بعد که دیگه نمیتونم جذب بگیرم پس عبارت من برابر شد با چهار دو تا رادیکال از بین رفت برای من موندو. دو حالا میتونم چی بنویسم اینجا برابر بوده با دو اینجا هم برابر بوده با دو پس من میتونم اینو یه رادیکال بنویسم فقط حواسم باشه که این فرجه ها باید در همدیگه ضرب بشن یعنی دو ضرب داره دو که مساوی بشه با چهار و جواب ایدئال برای این سال شد چهار در رادیکال فرجه چهار عدد دو و اما تمرین برای شما گفته اگر حاصل این عبارت مساوی با دو باشه اون وقت بفرمایید که مقدار n برابر با چی میشه برای اینکه بتونیم با هم دیگه در تماس باشیم فقط کافیه در قسمت ثبت نظرات گزینه صحیح رو بنویسید سپاس سپاسگزارم تا اینجا های ویدیو همراه من بودید موفق باشید خدا نگهدار